بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرضم به دوستان عزیز، شما در جریان هستید که هفته ای که گذشت برای ما یک هفته بسیار پردردسر بود. یک هفته بسیار پردردسر بود در اون اثر حرکت های غیر مسئولانه افغان های خودمون که در کشور میزبان پاکستان اختشاش ایجاد کرده بود. اما باعث شد که یک بلی شب و این زمان که از سر کار می آمد به طرف خانه پولیس اینا را گرفتن، طرف تانه بود به خاطر نداشتن ویزه و پاسپورت. به صورت که ما تقریبا 10 سال پیش آمده بودیم ویزه و کارت و پاسپورت اینا نداشتیم، فقط کارت یونیسی ها داشتیم. کارتونیسیان در طول 11 سالی که ما هستیم میچرید، اما همون شب که اختشاش غیر مسئولین یک ده افغانهای ما اینجا شده بود که دولت ایجاد کرد که باید افغانها را بگیریم. ایشان هم که همیشه چون همیشه از سر کار هم دوازدنیم یک شب میامد طرف خانه که میامد پولیس گرفته بود و همین باعث شد که فرداش از تانک بیاره انتقال داد و دادگاه هم چون به خاطر از اینکه ویزه و پاسپورت قانونی است در اینجا این گفت که ما در رسمیت نمیشناسیم، همین بود که باعث شد در جیل ببرن. دوستای عزیز، خواهش ما از شما نیست افغانای عزیز، در هر کشوری که میریم با قانون اون کشور پایبند باشیم، احترام کنیم. اموش و اگر شما این کار نمیکردین این همه افغانای ما دستگیر نمیشد، هم برای کشور میزبان درد سر ایجاد شد هم برای افغانهای خودم. باور بکنیم که 45-47 درجه گرما بوده که تو اینا رفتن در تانه رفتن زندان بود. زندان رفتن، همون تانه که رفتن یارا بردن در زندان. باز هم ما وقتی که چی شد کارهای قانونی انجام دادیم رفتیم یونیسی ها را در جریان گذاشتیم. یک دفتر شار که برادر ما آقای اسد سلای افریدی وکیل یونیسی ها بود که مسئولیت و برد اینا یک مهاجری نداشت، اونا در جریان مانیم. اونا مسئولانه گفت ما فردا برتان وکیل میفرستیم، اما وکیل هم فرستاده بود که کار از کار گذاشته بود که اینا را در جیل بردن. در جیل که بردن مدت باید کارهای قانونیش انجام میشد و کارهای قانونیش هم قسمی بود که ما با وکیل صاحبم صحبت کردیم که تمام کارهایش شما نید، اما ضمانت برای یک پاکستانی هیچ وقت برای افغانی ضمانت نمی کنه. همین مشکل شما یونیسی ها، شما با سازمان ملل، شما با دولت پاکستان صحبت بکنیم که یک مشکل هات است. با فرض مثال همون شما مال گرفت، اگر ما ضمانت می داشتیم روز سه شنبه یا چهار شنبه آزاد می شد. بازم کارهای اداریش وکیل صاحب محترم دستش در نکنند انجام داد، اما در قسمت ضمانت ما مانده بودیم سردرگم. دو روز فکس بازم خانه دیگه وکیل صاحب آباد که با ما همکاری کردن، مرا راهنمایی کردن که از این شعبه برین در اون شعبه، از اینجا در اونجا تا همون مرحله قانونیش را انجام دادیم. روز پنجشنبه روز جمعه ساعت 5:30 بجه اینا رو ما قانونی از جیل کشیدیم. افغانای محترم، هر سرزمینی که رفتیم عاقلانه عقلانی فکر بکنیم، احساساتی حرکت نکنیم. یعنی چی؟ پرچم در ندیم؟ پرچم افغانستان بلا که در اون دارد ما امون رو میگم اما از اجازه بود که صحبت کنم. شما پرچم اگر بالا میکنین در خانه خودتان در افغانستان برین، را پایمایی اگر میکنین در افغانستان بکنین، اینجا پاکستان است. حداقل شما باید درک از این داشته باشین که نه بر ملت پاکستان ضرر برسانه، نه به دولتش، نه برای خود افغانا. اموش باور بکنیم که این همه افغانا را که گرفته بود، باور بکنیم که ایسه که با هزاران خانواده را شما دچار مشکل ساخته بود. بیگناه. یک چیز دیگه با یونیسیار خواهش مایی است که این کارت را بگوییم به سازمان، به عدالت، با پولیس، با تانه، اینا که اینا مشروعیت دارند. ما رو بوشه و بچه ما را که گرفته بود به خاطر دید که میگفتی یا وقتش تمام است، مشروعیت ندارم. من خواهش ما از شما ایست که امیر اما هم بکنیم، شریک بسازیم با دولت پاکستان، با پولیس، که این کارتا، کارتای یونیسیار اما هنگ بسازیم که اینا مشروعیت دارن.
دیگه جریانایی که دیزگیریش و چرا دیزگیر شد اینا خود و ایجان صحبت بکنن، چون هم خودش گرفت، هم در تانه برد، هم در جیل برد، تا اون لحظرش ببینیم که و ایجان چی صحبت چی پل بستر شما در بود دیگه؟ سلام خدمت همه دوستای عزیز. موضوع خیلی مشخص هست، شاید تمرین شما بخونین که من مدت یک هفته من در زندان بودم. این ویدیوی که آپلود شده ویدیویی بوده که ما قبلا ما ضبط کرده بودیم و این هفته مکمل من کلا در زندان بودم. چرا زندان بودم؟ من اصلا از آگاهی از این نداشتم که 19 اگست جشن آزادی افغانستان است. اگر ما کی آزادی داریم؟ و ما که آزادی داریم، من سر کار خود بودم، ساعت 12 شب میامدم طرف خانه که پلیس ما را گرفت. به علت چی؟ به علت که افغانها امو شب 19 اگست جشن گرفتن در حیات آباد و برد پرچم افغانستان را بالا کردن و پلیس که ممانعت میکنه درگیر میشن و پلیس ها موتر پلیس پاکستان یا سنگسار میکنن، بسیار پلیس زخمی میکنن. اما شب پلیس بده پلیس دستور داده میشه که چیزی که افغان ها هست گرفتار شد، در حالی که من پلیس ها را میشناختم، اما من گفتم که اینجا کار میکنم و هیچ عذر من پیش از اون قابل قبول نبود و میگفت فقط شما افغان هستین و امروز امشب شما بسیار خرابی کردین و باید بالا شدین. من را بالا کردن، بردن. فردایی که من یک شب در حوزه پلیس سپری کردم، فردایش که من در دادگاه پاکستان رفتم، یک پاکستانی نبود، کلل حجمه این افغان بود. یک شندی های بیمان و شوخی های بیمان و مذاق های بیمان رو میکردن که اصلا پاکستانی ها میگفت این افغان ها رو ببین. من را که دیگر افغان ها را که پیش قاضی که می بردن میگفت که این به خاطر پرچم افغانستان که واقع خبر دارن که با پلیس درگیر شده، طرف سرندش من دخمه بورد از زندان. منم که عموم شب گرفته بود، من هرچی گفتم که من اینجا کار میکنم یا بگناس من کارت یونیسار دارم، یه قابل قبول نبود، منم برد زندان. مدت یک هفته دو گرمایی که 45 درجه من رفتم داخل زندان. خیر ای روزا سر یک مرد میاین، اما که فامیل ما چی کشیده؟ یکی بیگناه بودیم. اصلا در سر مهاجرین میاین. سلام وقتان بخیر دوستای عزیز من که جور سردم باشه. قسمتی که وای جان خودشان شروع کردن در مورد زندان رفتنشان، تقریبا یک هفته در زندان بودن. وای مثلا گفتم اتنم که جای تأسف است که بدون یک جور تو یک هفته در یک زندان باش و او زندان هم پر از مثلا مجرمین. زندان جای مجرمین است و تو بدون کدام که جرم کرده باشی در زندان باشی. دوستو اگر ما کدام کس مثلا بخوایم که بگیم که او مقصر است، کسی مقصر نیست، اما مقصر اینو گفتم میتونیم که دوستو وقتی که در یک کشور دیگه شما میایین که ما در کشور خود پرچم خود رو بلند نمیتونیم، چی برسه در یک کشور دیگه پرچم خود رو بلند کنیم دیگه. دوستو امور اقا بای جان گفتن ما این ویدیو رو بخاطر هم از این جور میکنم، بخاطر که خیلی از مهاجرین افغان کستا در دوچار همین مشکل بودن در پاکستان کستا، نه تنها در پاکستان، در ایران در هر جای است، اما ما در بخاطر در پاکستان هستیم. این ویدیو رو جور میکنم که کسایی که تجربه ندارن و اونا رو میگیرن، ما حداقل همون تجربه خود رو با آنها مثلا شریک بسازیم و بتانیم حداقل همون چیزی که در سر ما گذاشته همون رو بر از اونا مثلا هشدار بدیم که بالای اونا نگذاره. و وای جان میتونه ادامه بوده؟ بله، مرا که وعده که داخل زندان بردک، من همه دوستا متشکر میم خیر تو در یک روز در یک شب یک دو شب من تو شما رو من تو را آزاد میکنم. همه دوستا در پستر مستاد بود، من اصلا دل خطا نکردم. وقتی من داخل زندان برد، وقتی که من داخل زندان بود، یک نفر از زندان آمد گفت که این زندان وعده که هند بریتانیایی بودی را داخل گفته خود انگریز جور کرده، یعنی این را امریکایی ها جور کردن. باز گفت که به مدت 25 روز یک سگ در اینجا زندان نگاه کردن، نان و عوش دادن،
واده که میخواستم باید 25 روز ایر رها کنن، همه درها را بالای سک درها را واز گذاشتن، در هر گوشه زندان نان آب گذاشته بودن. واده که سک رها میکنن، سک یک راست مستقیم میگروزن، نه دستان آب سای میگرن، نه دستان نان. اونو وقت من از آسمان در زمین خوردم که واقعا زندان از خود واقعا اون نفر پاکستانی گفت که او وقت خارجا گفت واقعا که ما زندان جور کردیم. خب ما در 160 نفر دو تا تشناب بود بالای پکم کم اصلا پکم کار نمیداد. گرام که 45 درجه گرام خیلی زیاد، نانشان صحیح نبود، آب نظافت نبود، همه اونا جرمش که اصلا جرم قتل، جرم مواد، جرم گفتنشان خوب نیست، بسیار جرم ها بوده. یک من به دنجا بگنم تو بگنم بله بله بله. ما از خواهش ما از دوستا چی هست؟ همین کسایی که بیرق افغانستان در 19 آگست در جشن آزادی افغانستان بالا کردن، در پاکستان بالا کردن، شما برید در افغانستان رقم جشن گرفتن هم میتنید در کشور مردم جشن میگیرید؟ در کشور مردم جشن میگیرید؟ یکی در پارکان که بریم همین مردم های ما و شما که اصلا بدون کدام دلیلی بیرق ها رو بالا میکنه اصلا خوبیت نداره. ما یک شب دیگه در یک پارک رفته بودیم، مردم ها کلش هم گرفته بیرق های افغانستان رو بالا کرده بودن. ادعا داره که باید تا اتک مال ماست. ما در زندان امو روز که من گفت که یک گل افغان ما را داخل کرد، ما در ازو گفتم جرم هر کس میاد یک دیگه خود میپرسه جرم تو چیز جرم چیز، ما در مو کسا میگفتم جرم تو چیز، یاد میگه ما بیرق افغانستان رو بالا کردم. او بده باز ما یکی ما کرد پلیس درگش موتر پلیس سنگسار کرد، تو غرط کردی از دلی و خدا میگیری فا می به خدا شما ما را آورد. باز میگم که چرا ایراد تمی کردی؟ میگه نه ما تا اتک از ماست تا طالبا اعلان کرد تا تاریخ 25 که پاکستان میگه از دلم تو نتونم میتونی یعنی میره اه نوان دارا دارا ماز میکنه این چیزی نیست. تو میره یکی شاید تو میره تو تهدید میکنی که تو اتک مال ماست. دوستای عزیز اصلا نکته که ما میخوایم بر شما دوستای عزیز بگویم درست است خوشی انسان می داشته باشه در روز استقلال کشور خود، اما این است که ما باید احترام بگذاریم به قوانینی که یک کشور داره. این قوانین که است مثلا هر کشور از خود قوانین مختلف داره، اما قوانین از را ما باید احترام بگذاریم، بر اون کشور احترام بگذاریم به خاطر در اونجا زندگی میکنه. منظور معامزی است. و دوستا یک امی چیز ما اضافه کنم، دوستا وقتی که به خاطر که در اسلام آباد مخصوصا اگر ما ولایت های پشاور رو بگویم، پشت به پاکستان رو بگویم، در پشاور اسلام آباد زیادتر افغان ها رو میگیرن، ما نفوذ افغان ها در اینجا زیادتر است. دوستا هر وقت که از خانه تان بیرون شدن حتما کارت دارن، هر کارتی که دارن، هر اگر پاسپورت دارن یا بعض مهاجرین توکن دارن، هر چیزی که دارن کپیش هم روی خود نگیرین، اصلیش رو بگیرین. احتمال مثلا گم شدنش هست اما اصلیش رو بگیرین، به خاطر که یکی از بهانه همین جور شده میتونه که شما رو پلیس بگیره. حالا پیش ویدلای از من که بود کارت یونیسیارش بود، مایی را چاپ کرده بودیم برشی. وقتی که دوستا همین کارت مثلا اصلی تان در پیش نمو باز هم شما رو پلیس گرفت، همراه پلیس جر بست نکنین، درگیر نشه. ای مثلا یکی از بهانه دیگر جورج میتونه شود که شما را در زندان ببره. به خاطر اصل دوستا ما مهاجر هستیم، یک چیز راست پرسیدم نه اگر کلگی ما بگم مهاجر هستیم، هر کشور در کشور دیگر نمیتونیم یعنی ادعا کنیم که نباید ما را پلیس بگیرم، نه ایتو نمیتونیم. وقتی که اگر دوباره هم شما را پلیس گرفت بر بهانه های مختلف میتونه شما را پلیس بگیرم، دوستا کوشش کنن امو دقیقه که پلیس گرفت در یکی از مثلا دوستای پاکستانی دارین یا یکی کسایی که در پیشش کارت یا پاسپورت است در زوال بده. اگر شما برین امروی پلیس کارتان را پیش میبره و در پیش دادگاه میرین دیگه ممکن است ماها بدون از کدام چیزی که کرده باشین بدون جرم در وبین زندان بارین. اما از خاطر اولین کار که مثلا اگر پلیس شما را گرفت برای دوستاتان خبر بتین، مثل که ما مثلا وحید جان اتو شده بود که یعنی پیش از اینکه بر ما خبر داده شود پارچه کت شده بود، یعنی افایار کت شده بود. وقتی که او درد شود کار هیچ کس دستش نمیرسه، باید در عدالت بره، یعنی در پیش قاضی بره. و اما از خاطر کار به ایجان یکمه که پیش رفته بود و اما از خاطر وقتی که پلیس شما را گرفت اول لازم بگن که مگر خانواده خبر بودم
و اید نتونسته بودم خبر رو تم از اون خاطر ما نتونستیم برش کارش برش کار بکنیم اما از اون خاطر ما دم یک هفته ما خود وضع ما دم یک هفته ما بسیار خوب مطمئن وضع خود خبر خیر وضع خود شما نمید به نظر نشد یکم هم وضع شد 12 کیلو ما در یک هفته کم کرد یک رقم نان میداد یک رقم نان میداد که اما از گندم می آوردن گندم از ماشین تیر میکرد نه نمک می انداخت نه اما از پولی می گفت ما شما نه پولی ما فقط پخته میکرد قصه که چکار کردی؟ کومی از رو گردم خود زور نه تیر نمیشد ای گفتم الله خب اینجا وزن کم شد ما دم یک گفتم 12 کیلو وزن خود کم کردم بچه کلاب رفته بودی دیگه زندان میکرد زندان خانی خانه نیست شما در خانی خانه بر میمانی نرفتین اگر زندان هم که نباشد اصلاح جامعه نمیشه اصلاح نمیشه و دوستای عزیز من بر اساس رسالت ملی انسانی و اخلاقی این حرف هم میزنم با شما که شما خود کنترل بکنین در یک کشور میزبانی که میرین قانون کشور احترام بارین با درگیر نشه نه با مردمش نه با پلیس چون مهاجر در هر سرزمین است بی دفاع نتیجتا بی خانه و بی دفاع نتیجتا بی دفاع تو چی حقی از این کارها را داری؟ او برادر ایسه که شوله تا بخور پرده تا بخور درد سر نید برای خود ایجاد کن نه در کشور میزبان و تمام دوستای میزبان ما از پلیس گرفته تا قاضی و تا محکمه اینا فقط شما توجه کنید که افغان ها بی سرنوشت هست، پشتیبانه نداره، به حال اینا رم بکنید. اکثر عموخ شب وقتی که من دیدم افغان ها باور بکنیم که افغان هایی بود که نان در خانهشان نبود. اما چطور میتونه که او زمانت پیدا بکنه و بچهش امروز یک خواهی مسئولانه حرکت کرد. خانواده چی گناه داره؟ بازم من تشکری میکنم از کسایی که مسئولانه برخورد کردن. یک دنیا تشکر و کوشش کنیم که در قسمت افغان ها یک اندازه توجه خاص داشته باشیم بلخصوص مسئولین امنیتی، عوضات، اینا، تانه، دادگاه، عدالت، اینا کلش در مجموع وحید الله جان، از این که بزن وحید باش مامان حق بزن خواهد سلام و وقتتان بخیر سلام به تمام کسی که ما رو بیننده هستن امیدوار هستم در هر جایی که هستیم خوش و خورم باشیم دیگه قسمی که دیگه کسا صحبت کردن و ای جانه که دمو یک هفته که نبود خیلی بر ما سخت گذشت مخصوصا بر ما و پدرش از دیگه که بسیار سخت گذشت من هم دمو روزای آخر به هیت فشارم برفته بود بالا سردرد شده بودم هیچ دیگه در خود نبودم دیگه باباشم از همین صبح که میخست از خواه دیگه چای گاهی وقتا میخورد گاهی و اکثر وقتا نمیخورد از خانه میبرامد شب و مانده زرده میامد دیگه پای کمرشم درد میکرد دیگه که وقتی که میامد وقتی که میامد دیگه اصلا دیگه که جگر زده نمیشد از بس که جگر خون بود و اصابش خورد بود و دیگه گناهشم نبود در اون گرمی از تو پیش از اون برو پیش از اون برو دیگه هم ضرر مالی دیدیم و هم ضرر دیگه بالاخره جگر خون شدیم نه جالبش این بود که ما خودم شخصا مشکلاتی که من دارم مشکلات زبانی بود ما آل یاسر بچه ریزی مثلا کار رفته با دوستای خود که یک هفته در کنار ما بود اونجا به اصطلاح ترجمانی برده بود ماشاءالله اونمو بچه ریزه بود و که هم ماشاءالله زبان انگلیسی بلد بود و هم اردو بلد بود اونمو همراه بود همراه روزهای سخت اونمو بچه بود و آنیا جان هم بود خب بازم دستش در نکنه مسئولیت خود انجام داد آمد دیگه فقط از مردم خود بازم خواهش میکنیم که کوشش کنین عقلانی حرکت کنین احساساتی حرکت نکنین احساساتی گامبر نداریم احساساتی آخرش ایسه که در نتیجه نمیرسیم و باعث دردسر کشور میزبان خود ما و خانواده تان نشیم یک ده بیگناه مثلا بچه ما که بیگناه بوده نه در تظاهرات شرکت کرده بوده نه کدام کاری کرده بوده این ما رو دوچار مشکل کرده سعی کنیم که یک هفته ما کلگی گفتم که هم ضرر مالی و هم جگرخونی بر ما ایجاد کردین این هم باعث باریش هم کسایی هسته که اون کارها رو کردن دیگه مشکل هسته دوستا اصلی هست که نه وقتی که یک نفر اصلا ایلال به هیجان در زندان بود نه اما
او در شکل خود مثلا سختی ده میده دیگه، اما فقط یک نفر سختی نمیده. او گفته یکان تا انسان اون کنکتد است، مثلا وصل هستن کلگیشان. یعنی ای وحی جان در زندان بود، یک وقت سختی میدید ما در خانه، مثلا ما در شکل خود یک طریقه دیگه که مثلا گپ میزن دیگه مادر جانم که واقعا بچهش دیگه گفته یکان تا مادر را از کلگی که زیادتر مثلا چی میشن؟ پریشان میشن. پدر جانم که اون طرف میرفت دیگه و دیگه هاجر جان در خانه که زیاد مثلا هر کس میامد و دیگه و دیگه پریشانی ها، هر کس پریشانی های خود داره دیگه. هاجر جان شما میتونید که باید خود تو از این گفت بزن خوب که داخل زنان در این افراز بودی چه رقم گذشت و چه رقم آدم ها سرکار داشتی و آدم های خوب بود بد بود، دوست خوب پیدا که دوست بد بود، این رو قصه کن. خب دوستای عزیز، من تجربه که من از زندان کسب کردم و من پیش از اینکه من در راه زندان می برد، من چی چیزایی که در فکر خود من کده بودم، من چی رقم رو پایین کردم. من وقتی که در زندان رفتم پیش من خیر پول بود، اونجا همه کشون جرم داشتن، جرم قتل، جرم مواد مخدر، جرم جنگ، جرم زخمی، جرم دشمنی، جرم هر رقم جرم داشتن. تنها چیزی که من بدون جرم بودم یعنی که من چیزا رو یاد نداشتم. من دونجا با سه تا از نفرای زندان من آشنا شدم و من یک بچه اجتماعی هستم، خیلی با مردم زود گرم میشم، انس میگیرم. من تنها کامیابی من این بود که من با اون نفرای بزرگای زندان من انس گرفتم و کندرای زندان بله. من کاری که پول میکنم چیز دیگه نمیکنم و من همیشه من فرداش و من با اونا میخندیدم و اونا خنده میدادم و با اونا خود داخل زندان هم غصه زیاد دارن، باز اونا با ما دوست شدن. اما کلدرای زندان با ما دوست شدن. اما که مثل سریال ها و فیلم ها باری چیزی که در شما در سریال میبینین، فکس چیزی که شما در سریال میبینین که بدماش داره، کلدر داره، یک نفر در سیره میتونه لباس ده بشه، هر قسم شما در زندان دیدین اونمو واقع داره. و من در قصه پول نبودم، صبح من هزار پر من گرفتم، مواد خوراکه خریدم و در جزای کسایی که بزرگوار زندان بود، دوستوار زندان بود، من در ازاب پخش کردم و فرداش همون روز دومش پدرم در من قابلی پلا و میوه پپسی بسیار چیزا آورد و او رو من تنها نخوردم، من با اون چیزا خوردم. و ما در این یک هفته من هم از خاطر خوراک، خاطر این چیزا من دلم بیغم بود. اما چیز درد ما چی بود؟ نظافت نبود. در بسته 160 نفر زندان دو تا تشناب بود، اون رو خود جوان ها رو یک طرف میبره، حتی اشتکای 12 ساله و 15 ساله بود که اون در شعبه دیگر بود و ریش سفیده رو دیگر شعبه میبره و نفرهایی که مثلا 30-35 سال رو در دیگر شعبه میبره. من که نوجوان بودم، من در یک جایی که 160 نفر بود دو تا فقط تشناب بود، نظافت نبود، گرمی بیش از اندازه بود. من دمی یک هفته من تقریبا 12 کیلو من وزن کردم، خاطر ازی بود که یک رقم گرمی، یک چیز من فقط خود خارش میکردم، بخاطر نظافت نبود دیگه، گرمی بود، گرمی زایی ما بخاطر ازی بایی جان ای مثلا تجربه خود از زندان قصه همه کنه، بخاطر که دوستان این رقم است که مثلا انسان های خیلی که مثلا معصوم بگه یا آرام بگه در زندان برن، در زندان هر چیز اتفاق میفته، مثلا شاید لب بخوره، شاید پرسیش دوزی شوه، شاید خیلی کارهای دیگه شوه. اما از خاطر یعنی ما میگه وای جان الحمدلله صحیح و سلامت، کمک که بخاطر که غصه خورده بوده وزش کم شده دیگه به هیچ جور سلامت به پیش مامده. از این خاطر درست مکمل موی را داکتر بردیم پیشکاری هم بده من رقمی نیم خیره بازی تو خون بگر چاق بشه بازم دیگه دایت بگیره خواه بگیره پشتوم یک تکم بخار زده دوستا امی چیز بخاطر که به اونجا اخلاق خوب یعنی امرای انسانای خوب انسان بگر انسانای خوب خود از زندان داره بازم اخلاق یعنی در زندان مجرم هستن، هر چقدر مواظب باشین، مواظب خودتان باشین، مواظب چیزی که مثلا میگین مازونا خیلی در مثلا دمو چند روزه که دمو شما هستین اونجا خیلی تاثیر میذاره. یعنی
هر کس که تجربه شد داره اینو به هیجان تجربه کرده. ما گفتیم که امید بر شما بگویم این چیزا. دوستای عزیز، این کلیپ ما بیشتر جنبه اصلاحاتی داره، بخاطر از این که ما و از تمام خانواده های افغان خواهش میکنم که بچه هایشان زیر کنترل خود بگیرن، بگوید که باعث درد سر نه خود نه دیگر ها شوند. ما فقط به خاطر رسالت انسانی و ملی یک حرف را میدهیم، اگر هیچ حق با کس نداریم که صحبت بکنیم، اما تنها چیز ما که هست زیر ما با حال خانواده های میسوزد که بچه هاشان متوجه نیست. خب آخر افرا بزنیم؟ یک مرد تشکری میکنم. خب بسیار در آخرم بسیار تشکر از اون کسای دوستایی که در این همه مدت با این تلفن زدن، پرسان کردن و خیلی از اون وقتی که ولید الله جان از زندان آمد، امو دوستایی که چندین بار مثلا آمدن خانه ما، کلگی دوستا، یک دنیا تشکر از اون کل دوستا. حتی یکی از دوستای ما یک دفعه اومد یک چیز آورده، باز یک دفعه دیگه من تخم مرغ آوردم، میگه وای جون تخم مرغ زیاد دوستم، دوستم است، میگه خنده کردم وای وای دلو تخم مرغ دوستم، ما ولش تخم مرغ آوردم دیگه. تشکر از کلگی که بسیار دیگه بسیار زیاد تشکر، ان شاء الله بتونیم در خوشیایشون جبران کنیم. خیلی زیاد اومدن و پرسان کردن و احوال گرفتن، یک دنیا تشکر. خداحافظ. مواظب حرکتتان باشین دوستان.